سلام دوستان عزیز به کانال خودتون خوش اومدین داستان هایی که اینجا میشنوین بر اساس واقعیت برای همین به خاطر حفظ امنیت دوستان تنها اسمای واقعی عوض شده اگه میخواین همیشه از شنیدن این داستان ها بهره من شید لطفا زنگوله رو فشار بدین و روی زنگوله سیاه کلیک کنین بریم برای داستان امروز من توی یه تقریبا متوسط به دنیا آمدم. دختر کوچیک اون خانواده بودم سه تا برادر بزرگتر از خودم داشتم. به خاطر اینکه هم تعتقاری بودم و هم تک دختر خیلی لیلی به لالام میذاشتن. خیلی دوستم داشتن. هر چی که دلم میخواست برام تهیه میکردن. برادرام کلی با من بازی میکردن. خلاصه که زندگی خیلی خوبی داشتم. اما وقتی یواش یواش بزرگ شدیم، برادرامم با من بزرگ شدن، اخلاقشون یه جورایی عوض شد. هر کدومشون برای خودشون شده بودن یک کتاز و لات محله برادر بزرگم محمد از سیکل به بعد دیگه درس نخوند رفت دنبال نجاری و معرق کاری و این کارا محیط سنتی کارش باعث شده بود خیلی متعصب بشه دو تا برادرای دیگم هم حمید و حامد مرتب به من گیر میدادن وقتی یک کم بزرگتر شدیم به من میگفتن باید جلوی غریب روسری سرت کنی من یازده سالم بود ولی اصرار میکردن که باید جلوی غریبه روسری سرت کنی در صورت که اصلا خانواده مؤمنی نبودی قضیه از اونجایی خرابتر شد که یه روز که پدرم داشت پرده رو درست میکرد نردبون از زیر پاش در رفت و خورد زمین و به نوخایش فشار اومد دیگه از کار افتاده شده بود یه جورایی رسما خرجمون محمد در می آورد. به خاطر همین هر کاری میکرد و هر چیزی به من میگفت پدر مادرم هم نمیکردن حرفی بهش بزنن دو تا برادرای هم درس و ول کردن و رفتن دنبال کار. اونا یا تو محیط کارشون با این و اون دعواشون میشد یا با بچه های محل یا با بچه های محله این ور اون ور. مرتب دعوا میکردن و لاتبازی در می آوردن. حتی یه دفعه مامانم گفت از تو جیب همید چاقو پیدا کرده. خلاصه که واسه خودشون ارازل و باشی شده بودن. پدرم که گوشه خونه افتاده بود، مادرم هم جرأت نمیکرد بهشون حرفی بزنه. منم شده بودم رسما کلفت خونه مادرم که نمیتونست از پس کارای خونه بر بیاد اکثرش رو مینداخت گردن من کارم شده بود درس و لباسای بوگندوی برادرامو شستن و خونه جارو کردن و گردگیری کردن و حتی یه وقتایی غذا درست کردن جرأت نداشتم حتی با دوستام یه دقیقه برم بیرون مدرسم که میخواستم برم همید صبح به صبح منو با خودش میبرد و ظهر هم حامد میومد دنبالم و منو میذاش خونه خلاصه اون روزا اونجوری گذشت من وارد دبیرستان شدم. سال دوم دبیرستان بودم که بهمون به اعلام کردن که میخوان ما رو ببرن اردو. یکی یه دونه برگه بهمون به دادن که مثلا رضایتنامه والده نمونه باید میبردیم خونه و امضا میگرفتیم و برمیگردوندیم تا بتونیم تو اردو شرکت کنیم. من که مطمئن بودم خونه نمیذارن گفتم خیلی ممنون من نمیام. اما معلم تربیتیمون گفت امکان نداره اگه فکر میکنی مشکلیه من زنگ بزنم با والدینت صحبت کنم گفتم خانم من مطمئنم اجازه نمیدن برادرام نمیذارن تا سر کوچه هم برم چه برسه به اینکه با شما بخوام بیام اردو معلم تربیتیمون گفت اشکال نداره به من واگذار کن ظهر که از مدرسه رفتم خونه فهمیدم معلم تربیتیمون زنگ زده و ما گرفته البته با پدرم صحبت کرده بود بعد از ظهر شد و محمد اومد خونه وقتی پدرم با محمد مطرح کرد محمد رفت بالا و اومد با اینکه اجازه نداره بره اما کلی باش حرف زدیم بهش گفتم دور نیست همین بغله مادرم بهش گفت نگران نباش پنج تا از معلما هم باهاشون میرن خلاصه یه کاری کردیم که راضی شه روز موعد رسید و همگی راهی اردو شدیم تو اتوبوس خیلی بهمون به خوش گذشت برای من که خیلی جالب بود تا اون موقع اصلا نشده بود حتی ده دقیقه با یکی از دوستام تنها بمونم وقتی رسیدیم اونجا و وسایلمون رو پهن کردیم یکی از دوستام گفت یه سر پایین تر از اینجا یه چای خونه است بیا اجازه بگیریم و بریم اونجا بشینیم و یه چایی بخوریم رفتیم از معلمامون اجازه گرفتیم اونا گفتن اجازه ندارین تنها برین صبر کنیم با بقیه صحبت کنیم هماهنگ کنیم همه با هم میریم اونجا میشینیم خلاصه معلمامون هماهنگ کردن و همگی تصمیم گرفتیم بریم تو اون چای خونه بشینیم و چای بخوریم. وقتی به چایخونه خونه رسیدیم دیدیم مردم دیگه هم اونجا هستن. روی یه تخت سه تا پسر نشسته بودن که خیلی خوشدیب بودن. یکیشون که از همه خوشدیب تر بود احساس میکردم مرتب داره منو نگاه میکنه. اما من که جرأت نمیکردم نگاهش کنم مرتب نگاهم و ازش میدزدیدم یه ده دقیقه همینجوری گذشت. دوستم که بغل دستم نشسته بود گفت میخوام برم دستشویی میای بلند شدی ما هم رفتیم پشت چای خونه یه دستشویی بیرونی داشت من منتظر موندم تا دوستم بره تو دستشویی همین جوری که اونجا وایستاده بودم دیدم پسر اومد سراغم با هم سلام علیک کرد من به زور جوابش دادم بعدم بهش گفتم خواهش میکنم فاصله بگیرین اگه یکی ما رو ببینه برام خیلی دردسر ایجاد میشه یه خورده منو نگاه کرد بعد یهو دستش رو دراز کرد سمت من مشتش رو باز کرد دیدم تو دستش یه برگه کوچولوه روشی شماره تلفن نوشته بود گفت پس اینو زودتر بگیر تا منم زودتر از اینجا برم برات درد سری نشه کاغذو ازش گرفتم یهو برگشت بهم به گفت باری کلا چه زود این کارو کردی من که هول شده بودم و نمیدونستم چی کار کنم یهو کاغذو مچاله کردم و پرت کردم اونور بر. گفتم برو وای نسا تو رو خدا برو اونم دلا شد و کاغذ و برداشت و رفت. به همین سادگی. هیچ اتفاقی بینمون نیفتاد. ولی متاسفانه فردا صبح سر صف صدام کردن و گفتن بیا دفتر کارت داریم. رفتم دفتر. خانم حسینی معلم تربیتیمون گفت این برگر رو بگیر بده به والدینت بگو فردا بیان اینجا با هم صحبت کنیم. گفتم خانم چه مشکلی پیش اومده؟ گفت حرف نباشه. همینی که بهت میگم. از دفتر اومدم بیرون. نمیدونستم چی کار کنم. داشتم از ترس میمردم. من کاری نکرده بودم. ولی اگه به پدر مادرم یا محمد و برادرای دیگه هم میگفتن پدرم و در می آوردن. نمیدونستم چی کار کنم. صبر کردم تا خانم حسینی از دفتر رفت بیرون. دوباره رفتم تو دفتر. اسم نازممون خانم محمودی بود. التماس کردم بهش. گفتم خانم محمودی به خدا من هیچ کاری نکردم. به خدا رفته بودم دستشویی. پسر خودش اومد شماره تلفن بده تازه من مچاله کردم پرت کردم اونور تو خدا خواهش میکنم یه کاری کنیم به خونواده من خبر ندن به خدا برادرام سرمون میبرن خانم محمودی گفت از دست من کاری ساخته نیست گفت من کاری نمیتونم برات بکنم بچه ها دیدنت گفتم خب دیدن نگفتن من چی کار کردم به خدا من کاری نکردم گفت نه متاسفانه گفتن شماره تلفن رو ازش گرفتی. گفتم به خدا من این کارو نگردم. گفت من نمیدونم. برو به والدینت بگو بیان اینجا با خانم حسینی حرف بزنن. اینجا وای نسا دیگه. من که نمیدونستم چه خاکی به سرم بریزم. سرم انداختم پایین و رفتم سر کلاس. اون روز از درس هیچی نفهمیدم. بعد از اینکه مدرسه تموم شد، کل پشتیمو برداشتم و مستحصل تو خیابونا راه میرفتم. تصمیم گرفتم نرم خونه. غروب شد. میدونستم دنبالم میگردن ولی نرفتم خونه غروب که شد رفتم توی یه کافه نشستم با مقدار پولی که داشتم یه قهوه گرفتم بخورم همونجا یه خانومی به هم نزدیک شد گفت تنهایی؟ گفتم آره گفت من جای خواب دارم جای خواب دادن اون همانو تا الان براش کار کردن همان گرگانو ترک کردم و اومدم تهران سال هاست که دارم با همون خانم کار میکنم و زندگی میکنم. چون درس نخوندم نتونستم جاهای خوب استخدام بشم. بنابراین مجبور شدم تنفروشی فروشی کنم. از طرفی موهامم کاملا بلند کردم و همیشه هم لنز میذارم تو چشمم که کسی نتونه منو شناسایی کنه. مجبور شدم از اون خونواده دور شم. به خاطر گناهی که اصلا مرتکب نشده بودم. دوستان عزیز اگه شما هم مایلین داستان زندگیتون رو با ما به اشتراک بذارین برامون کامنت بذارین تا راه ارتباطی رو بهتون بگیم کانال رو سابسکرایب کنین تا از لطفتون بیشتر انرژی بگیریم ممنون سپاس از اینکه کانال زندگی ایدال رو انتخاب کردین فراموش نکنین که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست